عشق یعنی سرنهی بر شانه ای، بشنوی از شانه ای افسانه ای. عرض ادب دارم خدمت شما همیانان عزیز ارجمندم. امیر درخشان کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، از او سپاسگزار. از همه محبت های شما هر روز دیگه سیراب میشیم، ممنون، تشکر. امیران، یکی از شخصیت های برجسته و نازنین در قلمرو سینما، تازه کارها و فعالیت های او محدود به سینما نمیشه، در اشارا خدمت شما خواهم گفت، شخصیت به نام بهمن مقصودلو. بهمن یکی از پیشگامان معرفی سینما ایران به دنیای بیرون، و همیشه اعتقاد داشت از دوره، حتی میتونم بگم جوانی، نوجوانی حتی، که باید نقبی زد بین سینما ایران و دنیای بیرون. این فلسفه او. البته برخی هم بودن تصور میکردن نقب زدن به معنای ساختن فیلم مشترکه، مثلا ایران و ترکیه، که نتایجش خیلی به نظرم غم‌انگیز بود، نتایج و محصول این گونه فعالیت ها، گرچه خود اونها هم گام مهمی بود، ولی طرز تفکر بهمن مقصودلو از روز نخست توجه دادن دنیا به سینما ایران بود، و تازه نه سینما ایران، به ادبیات ایران، شعر ایران، داستان، رمان نویسی در ایران و موسیقی در ایران، چون همه اینها فرزندان توامان، همه با هم به دنیا میان و با هم فعالند و در یک عرصه‌ای به جوشش و خلاقیت میان. خب حق با او بود، بعدن اثبات شد. اولین باری که من بعد از بازگشت به اروپا بهمن مقصودلو رو دیدم، او بود و یک پوشه پر از مقالات سینمایی، همه در معرفی چهره‌های بزرگ و تابناک سینمای جهان، به ویژه ایالات متحده آمریکا. نخست اینگونه شروع کرد و بعد سردبیری نشریات سینمایی و بعد مهاجرت به بیرون از ایران به قصد زدن پل بین ایران و دنیای بیرون، و واقعا در این کار موفق بود. هیچ نگاه بازرگانی هم به قضایا نداشت، بالعکس عجیبه، هنر بزرگه او اینه که به هر شکلی هست میخواد به شکل تجارت رو از سینما دور بکنه. برای همین لاست فیلم هایی ساخت که همه مفید بودن، همه ارزنده، مثلا در معرفی یک قصه نویس، در معرفی یک شاعر بزرگ ایرانی مثل احمد شاملو، در معرفی یک نقاش مثل ایران درودی، و در معرفی کاریکاتوریست، یک نقاش برجسته به نام محسس، و گاهی کارا سرمایه گذاری میکرد، و بعد هم دوستی با برخی از بزرگان سینمای دنیا مثل آنتونی کوئین که چهره شاخص دوران ماست، واقعا یکی از برجسته ترین. و من جان خیلی ممنون که من رو هدایت کردی، درود در شما. سلام بر میبودی عزیزم، دوست دیرین، فرهیخته، شاعر بزرگ. یاد آن دوران اواخر 60 میفتم که در مجله فردوسی چندین بار هم دیگر رو دیدیم، در معانه ستاره سینما و غیره. همیشه شما هم یکی از بزرگان فرهنگ و ادب ایران بودی که از بد ورودت به ایران از آلمان با توشه پر آمدی، با مقالات بسیار خوب و عمیق در مجله فردوسی. یادم نمیره، من دوره رو اینجا دارم، نگاه میکنم، هنوز هم می نوشتی، تفسیر سیاسی میکردی، تفسیر هنری میکردی، تفسیر فرهنگی میکردی، و همیشه در جای خودت بسیار ثابت قدم، محکم ایستادی، به هیچ وجه حسادت ها و دنیای کوچک حقارتبینی تو رو نگرفت، همیشه از بالا نگاه کردی، درست نگاه کرد، همیشه دست هنرمندان رو گرفتی. در این سالهای 40 سال اخیر حداقل دارم شاهد هستم، چه در ایران و چه در اینجا. یادم نمیره که میبودی جان، اول بذار سلام به بینندگان تلویزیون تو بکنم. بسیار ممنونم از این دعوتی که از من کردی، بسیار ممنونم که یادی از این کارهای من میشه و این برنامه. ولی چیزی که خیلی دلم میخواست بگم، یادم نمیره که وقتی من در دهه 70 یه روز اومدم تهران، سال 1977 بود، اومدم، شما سردبیر مجله بنیاد بودی،
بله 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 تازه تأسیس شده بود، اومدم به دیدنت. مثلا همیشه ما روابط خیلی خوب و حسنه‌ای داشتیم. اومدم شمران تو دفترت و بهت گفتم که من مصاحبه‌های خوبی دارم با بزرگان سینما، از جمله اون موقع یادم نمیره در مجله روزنامه رستاخیز مصاحبه من با نیکولاس ری 2 روز تمام یک تخته روزنامه یک صفحه‌اش رفت. فوری پیشنهاد کردی برای ما مصاحبه کن، چه رقم‌های بسیار بالایی، درجه 1. خب من دانشجو بودم در اینجا، با خرج خودم اومده بودم، نه بورسی بود نه هیچی، اومده بودم سینما بخونم. حمایت کردی، مصاحبه‌های منو در بهترین شکلش چاپ کردی، مطالب منو، و دستمزدهای بسیار مثل نویسندگان درجه 1 به من دادی از طرف مجله. حمایت هایت هیچ وقت یادم نمیره. آدم هایی مثل تو با دقت، با بینش، با شعور، فرهنگ نگاه میکردی و تشخیص میدادی که کدوم شاعر، کدوم نویسنده. اون دوره مجله شما رو ما نگاه بهش بکنیم، تلاشو که اون پوستر معروفی که درست کردی الان در اتاق کار من جلوی چشم من هست اینجا، هیچ وقت فراموش نشده. اثر شما من اینجا میخوام خلاصه کنم، بر فرهنگ و هنر ایران غیر قابل انکار هست. تشکر میکنم، ممنونم. یادآوری گذشته همیشه برای ما دلچسبه. و اما یکی از آثاری که مقصود رو این اواخر منتشر کرد کتابی به نام علف و ترجمه یک اثر درخشان، یعنی هیچ کس تا تردید بکنه، و فیلمی به همین نام که توسط 3 شخصیت تهیه شد، یکی خلبان آمریکایی بود، یه فیلمبردار ارتش آمریکا، و یکی به نویسنده روزنامه سان بالتیمور اگر اشتباه نکنم. این 3 نفر برای اولین بار فکر کنید بعد از جنگ اول جهانی دنیا دچار آشوب، یک ابرقدرت جدید داره پا به عرصه حیات میگذاره، اسمش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اولین نظام کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا در دنیا پدید میاد. فکر کنید از همون لحظه توجه آمریکایی‌ها و آسیا به خاورمیانه و به این سوی دنیا جلب شد. اون زمان کسی توجه نداشت اصلا به این سوی دنیا، اصلا برایشون مهم نبود فرهنگ‌های بومی. اینکه میگم کار مقصود و اهمیت داره به همین لحاظه، او معتقد بود که ما باید نقد بزنیم، دنیا رو آشنا کنیم با ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی خودمون، اینکه فیلم مشترک بسازیم. دنیا باید بدونه ما چطور زندگی می‌کنیم و این ارزش‌ها و سنت‌ها قابل احترامه. شاید به همین لحاظه که علف رو منتشر می‌کنه. علف هم یه فیلمی است که اصلا در تاریخ سینما یه حادثه محسوب میشه، تکان میده سینمای دنیا رو. اینطوری نیست بهمن جان؟ میبودی جان، علف یکی از فیلم‌های بسیار بسیار مهم، بلند صامت تاریخ سینماست. در 1924 فیلم برداری شده در ایران، در 1925 در آمریکا به نمایش در اومده توسط کمپانی پارامون که همون سال هم تشکیل شده بود. از طرف منتقدین و مورخین سینما در سراسر دنیا و به ویژه آمریکا، دومین فیلم بلند صامت تاریخ سینما شناخته شده. و این فیلم کنگره آمریکا در 1988 قانونی رو پاس کرد، گذراند که یک بودجه رو دولت آمریکا در سال کنار بگذاره و هر سال فقط اینا با بودجه‌ای که کنار گذاشتن 25 فیلمو انتخاب بکنن برای تعمیر، رستور کردن، یعنی تعمیر کنن این فیلم‌های قدیمی رو، و برای آیندگان و تاریخ و مردم آینده به جا بذارن در یک جایی، در یک محل امن به خصوصی در واشنگتن. این جوری به خصوصی داره و این فیلم‌ها سینمایی نیستن، این فیلم‌ها میتونه سینمایی باشه، تجربی باشه، مستند باشه، انیمیشن باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، حتی 1 دقیقه باشه. و اگر نگاه کنیم به حجم و یا تعداد فیلم هایی که در تاریخ سینما از 1895 کوتاه تا امروز ساخته شده، از میلیون بیشتر، خیلی میلیون ها فیلم هست،
400 فیلم اولی که انتخاب شد، یعنی 25 تایی که به عدد 400 میرسه، فیلم الف گرس بود که تلاش یک ملت برای تنازع بقا برای زندگی بود که توسط کوپر شوتساک و خانم هریسون در 1925 ساخته شد. این نشون میده که این چقدر این فیلم مهمیه، چقدر تاریخ نگاره، چقدر ارزش‌های انسانی اون مهمه، چگونگی فیلم کردن در رودخانه کارون و پا برهنه از زرد کوبالا رفتن این ایل طول هزار سال در این فیلم تصویر شده. یعنی ایل بختیاری جان، یعنی ایل بختیاری دیگه، کوچه ایل بختیاری، کوچه ایل بختیاریه و کوچه راه مشکلترین راهشه که اینا انتخاب کردن. این فیلم چندین مشخصه بارز داره که اینجا تفکیک کنین. اولین فیلم بلند صامتیست یا که در ایران فیلم برداری شده، چون ما میدونیم که اولین فیلم سینمایی ما که صامت بود در 1929 ساخته شد، آبی و رابی. پس این 1924 فیلم برداری شده، رضا شاه، یعنی درست 90 سال پیش جان، درست 90 سال پیش. بله، رضا شاه هنوز تاجگذاری نکرده. 1924 رضا شاه میدونیم در دسامبر 1925 تاجگذاری میکنه، فرمانده قشونه. اینا بدون اجازه از جنوب میان و این اولین فیلمی که میگیرن و این پس از این نظر خیلی مهمه. دومیش عرض کردم که دومین فیلم بلند صامت تاریخ سینما از نظر هنری است، ارزش‌های آنتروپولوژی مردم شناسی است. اولین فیلم برای توضیح برای بینندگان ارجمند فیلمی است به نام نانوک آف دی نورث، نانوک شمالی، کار آقای رابرت فلاهرتی هست که از خانواده اسکیمو در قطب میگیره و محورش خانوادن برای تنازع بقا. داره. چیزی که همیشه ببخشید چه سالی وقت این فیلم چه سالی؟ فیلم که در از اسکیمو گرفته میشه مربوط به چه سالی است؟ نفهمیدم. در چه سالی اون فیلم مربوط به اسکیمو ساخته میشه؟ اسکیمو در 1921، سه سال قبل از این. سه سال قبلش. بله. سه سال قبل از این گرفته میشه که هنوزم بهترین فیلم هست. یه خاطره هم لازمه در رابطه با این دوتا فیلم براتون بگم اگر کوتاه هست الان. حتماً وقت بگی. وقتش هست. من وقتی که دانشکده سینما استادیمو میگذروندم در نیویورک در فوق لیسانس، استادی داشتم بسیار معروف، هنوز هم زنده است، به نام ریچارد مریان بارسان. این کتابی نوشته بود، همون موقع چاپ شده بود، 1974 اولین ادیشنش اومد بیرون، به نام هیستوری نان فیکشن سینما، یعنی تاریخ سینمای مستند غیر داستانی. و این معلم ما بود، ما در 15 تا شاگرد بیشتر نبودیم، در 12 تا در قسمت فوق لیسانس. این به من گفت آقا در این سیمستر من 13 تا فیلم نشون میدم، یکیش نانوک آف دی نورس برنامه رو اعلام کرد، یکیش هم همین فیلم نانوک بود و یکی هم این فیلم گرس. به من گفت تو تنها دانشجوی ایرانی و خارجی هستی، من میخوام تو مقاله، یعنی پیپرتو، یه پیپر از دو پیپرتو راجع به این فیلم بنویسی. من نانوک آف دی نورس خوب دیدم، اینم خوب دیدم، یعنی خوب دیدم، یک دفعه سر کلاس دیدیم، یک دفعه هم دو مرتبه آپاراتو رفتیم. ما آپاراتو موقع داشتیم، ویدیو نبود، 16 میلیمتر فیلم بود، برای خودمون باز نمایش میتونستیم در کلاس بدیم. دو سه بار این فیلم ها رو دیدم ولی عاقبت عاشق رومانتیسیزم فیلم نانوک آف دی نورس شدم. چون در رابطه با این دوتا، در چیزی که قفلت کردن و همیشه در بازگشت کوپر و شوتساک به این اذعان کردن و گفتن و من در کتاب بارها اینو نوشتم، این بود که اینا فوکوس و تمرکز روی یک خانواده ایل بختیاری نکردن که ما از اول تا آخر ببینیم این خانواده در محور کلی حرکت چه مشکلاتی داره و از کجا شروع میشه به کجا میرسه، چجوری زندگی میکنن غیره. بیشتر رو خود کلی ایل بود و در بازگشت این نقص رو میفهمن، میخوان دو مرتبه برگردن و یک بار دیگه فیلم برداری کنن که هیچ وقت این فرصت دست نداد. من به صورت پیپرم راجع به نانوک آف دی نورس نوشتم که چندین پوینت هم آوردم که خیلی پروفسور بارسان دوست داشت. این به هر صورت در رابطه با این دوتا میگم. ولی دوتا فیلم های بسیار بلند صامت در تاریخ سینما ساخته شده که این دوتا یک و دو همیشه باقی موندن و
مشخصات دیگریش هم که براتون توضیح بدم اینه که یکی اولین فیلم بلند بود که در ایران ساخت، یکی این که اولین را با ساختن این فیلم آمریکایی ها اولین پروداکشن آمریکایی ها در ایران بود، اولین فیلم بلند صامت تاریخ سینما در ایران بود، اولین رابطه فرهنگی بین ایران و آمریکا برگزار شد، یعنی پایه هاش گذاشته شد، و همیشه یک رمز و رازی بود که تا سالی که این کتاب من در اومد، شما حساب کنید من کتابو به انگلیسی 6 سال روش کار کردم، 2008 نوامبر در توسط انتشارات مزدا چاپ شد در آمریکا، تا 2008 از 1924-25 تا 2008 75 حدود 80 یکی دو سه سال هیچ، تنها یک مقاله مفصل چاپ شده بود و هیچ کتاب چیز، اون مقاله مفصلش هم یکی دو سال قبلش چاپ، یه همون یک سال قبلش آقای نفیسی برای کتابش در آورد، حدود 10-12 صفحه بود. من در اوائل سال 2000 فکر کردم که چرا میشه که یک همچین فیلم بسیار ارزنده و مهمی که به کشور ما مربوطه، به کشور من مربوطه، به و ما این همه منتقد مورخ این ورانور داریم یا مترجم یا غیره، وقتی میرفتی موزه هنرهای مدرن میدیدی که یک فایل به تو میدن سه صفحه کاغذ توشه. من برای اولین کتابی که نوشتم به انگلیسی تاریخ سینما ایران بود، 1987 دانشگاه نیویورک چاپ کرد، در اونم من یک صفحه راجع به این فیلم نوشتم. در اونجا دیدم مثلا هیچ چیز تحقیقاتی راجع به این کتاب نیست. این که فیلم خیلی مهمه، چطور کسی دست بالا نزده، آسین نزده، و اونجا بر خودم واجب دیدم که من به عنوان یک پژوهشگر که از بچگی دوست داشتم کتاب بخونم، تحقیق بکنم، هیچ حرف بی سندی را ارائه نکنم تا دو جا تایید نشه. 6 سال شروع کردم صبح تا شب، از این روزنامه به اون روزنامه، از این کتابخانه به اون کتابخانه، از این شهر به اون شهر، از مسکو به لندن، از لندن به نیویورک، از نیویورک به واشنگتن، از نیویورک تایمز که هیچ کس اجازه نمیدن به کاغذهای پودر 1920 روزنامهش نزدیک شه، به من اجازه دادن اون پشت من ورق بزنم، با احتیاط فیلم برداری کنم، عکس برداری کنم، فوتوکپی کنم، تحقیق کنم، روزها و روزها و روزها که فوتوکپی اینجاست، وزارت امور خارجه برم، از نامه های اینا رو کشف کنم، اپلیکیشن جاسوسی خانم هریسون رو فوتوکپیشو بگیرم که چه زن برجسته بالیاقت اینتلکتوالی بود این زن. حالا ما به کلمه جاسوس میاریم، بالاخره در اوائل قرن بیستم یک زنی بوده که به ناچار و به علاقه میره جاسوس مید میلیتری اینتلیجنس آمریکا میشه و میره برلین و پس از اون میره روسیه، ولی در روسیه حجابش کشف میشه و دیگه این جاسوس سین نمی کنه، ولی خب گزارش های تحقیقی میده، و وقتی این به سراسر آسیا سفر میکنه، کتاب های این زن از جمله ایشیا ریبورن که اواخر 20 چاپ میکنه در دانشگاه هاروارد تدریس میشده، اصلا آسیا رو نمیشناختن، به همه ژاپن، روسیه، اولین زندانی بلشویک ها بود، اولین زندانی زن آمریکایی لنین بود، با لنین مصاحبه کرده بود، با تروتسکی مصاحبه کرده بود، با تمام سران کشورها از کمال آتاتورک، رضا شاه، غیره غیره مصاحبه کرده بود. در صورت این زن برجسته، تحقیقات هم انقدر زیاد شده، انقدر زیاد شد، هزاران صفحه تحقیق، فوتوکوپی، جمع آوری کردم و بالاخره این کتابو نوشتم. ولی یکی از شانس های زندگیم این بود که به یکی از بزرگترین مردان مورخ و منتقد و فیلمساز تاریخ سینمای مستند که انگلیسی است برخوردم در لندن، آقای کوین براونلو. کوین براونلو که دو سال پیش جایزه اسکار هم بهش دادند با آقای کاپولا و گودار، این آدم مورخ انگلیسی، بزرگترین مورخ زنده سینمای صامت، این کوپر و شوتساک رو برای فیلم علف دیده بود، مصاحبه کرده بود و یک کتابی به نام الان که اسم کتابشو میگم نوشته بود که
به من همه گونه کمکی کرد. من رفتم لندن دیدمش، گفتم من دارم این کتابو می‌نویسم راجع به اینا، و دیدم اگر من بخوام راجع به علف بنویسم باید این شخصیت سگانه رو من تجزیه و تحلیل کنم، این شخصیت سگانه رو بگم چه آدمای جسوری بودن، چه آدمای دلیری بودن، چه آدمای اینتלקچوالی در آن واحد بودن، چه خصوصیاتی داشتن و چگونه شد که این سه نفر به هم پیوستن، انگیزه ها چه بود، چگونه شد به ایران رفتن، اینا سفر به ایران نمیخواستن بکنن و غیره و غیره. و این کتاب البته ناشر من مزدا گفت من نمیتونم 600-700 صفحه به انگلیسی کتاب در بیارم، اینو باید نصف بکنی 350 صفحه بکنی، که این داستانش مفصل ادیتش چجوری کردیم بالاخره با یه ادیتور انگلیسی و اینو حجمش رو کم کردیم، که البته من کتابو برای سینما نوشتم که بتونیم فیلم سینمایی بلندی بکنیم مثل فیلم ردز و مشغولش هم هستیم، و این فیلم در اومد و بعد فارسیش هم منتشر شد دو سال پیش در ایران، و هنوز هر روز من در تحقیقات، این کتاب اوپن اندینگ یعنی هر روز میشه تحقیق میکنم، هر روز به منابع تازهی برمیخورم و یک جمله دو جمله یک نام یک چیزی کشف میکنم که باید به کتاب اضافه بشه، و انشالله در پیپر بکش که سال آینده منتشر خواهد شد کتاب کاملتری به همه به دنیا عرضه میکنم. یعنی این وظیفه من بود به عنوان یک سینماگر، یک پژوهشگر، یک علاقمند، یک مورخ که چنین کتابی رو من بیرون بدم. این کتاب جاش در دنیا خالی بود و الان انگلیسیش در ایتالیا چند ماه پیش نقد مفصلی نوشتن، دارن ترجمه میکنن، فرانسوی ها دست زدن که ترجمه کنن. این کتاب شیرینیست، حقیقیست، در هر جایی من در هر صفحه‌ای به قول مورخ معروف ایران محمد تامی‌نژاد دوست عزیز نقدی نوشته بود مقصودلو در هر صفحه‌ای چند مدرک ارائه میده، و من در حقیقت تمام حقایق رو تونستم پیدا کنم و به هم ربط بدم و به هم ببافم و مثل یک قالی اینو به دنیا عرضه کنم. واقعا خسته نباشی، خدا قوت، کار بسیار مهمی سم یعنی نه. فیلم علف، کتاب علف، هر دو در واقع نور افکنی است بر اون زوایای تاریک و ندیده تاریخ 100 سال اخیر ایران، در واقع صفحات ننوشته ای که بهمن مقصودلو اونها رو نوشت. خیلی مهمه، خیلی میخوام. آقای مقصودلو، این سه نفر وقتی میان به ایران و میرن به طرف بختیاری برای اینکه از زندگی و کوچ بختیاری ها فیلم برداری کنن، که اتفاق حیرت انگیز بوده نزدیک به 100 سال پیش، قرن پیش، از کمک و یاری مثلا محلیان برخوردار، یعنی شخصیت هایی که علاقه به سینما داشته باشن و در اون زمان به اینا کمک کرده باشن، اطلاعی داریم یا نه؟ من همه اینا رو آقای میبادی مفصل نوشتم. اینا البته به ایران اصلا نمیخواستن برن. اینها در این سفرشون تصمیم میگیرن، خانم هریسون و کوپر، اینها با هم آشنا بودن، در کتاب ملاقاتهاشون در گذشته در یک رقصی در سفارت لهستان که سفیر آمریکا گیبسون داده بود در 1923 وقتی که ماموریت میدن 22 ماموریت میدن به خانم هریسون بره جاسوسی کنه در مسکو، از لهستان ویزا نمیده دولت روسیه، این میره در لهستان در ورشو، اون شب در اون مهمونی شرکت میکنه قبل از که روز بعد یا دو روز بعد راهی مرزهای بیکران روسیه بشه و بدون مرز قاچاقی وارد بشه با یک دکتر روسی، لهستانی روسی، و این ملاقات میکنه. کوپر رو با هم یه رقصی میکنن، کوپر هم خلبان جنگی بوده که اونجا بوده که با روسا می جنگیدن، جنگ میکنن بعدن و آشنا میشن، بعدن برمیگردن، داستانا مفصله، در خیابان فیفت اونیو همدیگر رو میبینن. این آدمایی بودن که سرشون برای حادثه درد میکرد، میگن ما چرا اینجا داریم راه میریم، بریم یک سفری بکنیم و یک قبیله فیلم برداری کنیم. تحقیق میکنن هر کدومشون در واشنگتن و لایبراری نیویورک، کتابخانه نیویورک، و راجع به بختی ها ایرانی ها یک تحقیقات خیلی کمی میکنن، چون یک عموی یکی از دوستان خانم هریسون سفیر بوده در ترکیه، چند تا کتاب نوشته بوده راجع به ترکیه. این خانم میره در واشنگتن اینو میبینه و این توصیه میکنه برید ترکیه. اینا میرن ترکیه، شریک کوپر هم، دوست کوپر آقای شوتساک در پاریس
خبرنگاری میکرد، یعنی فیلمبردار بوده، فیلمبردار خبرنگار بوده، برای پارامون نیوزیل های میفرستده، برای خبرگزاری ها فیلمبرداری میکرده و اینا میان برن ترکیه، از کردهای ترکیه فیلمبرداری کنن، یعنی هدف ترکیه بود. اینا میرن ترکیه، در ترکیه کمالات ترک اینا تقاضای اجازه میکنن که از در ترکیه فیلم برداری کنن. این سه نفر کمالات ترک به اینا اجازه نمیده، میگه ما دیگه به خارجی ها نه اعتماد داریم، از جنگ جهانی اول گذشتن دارن اونجا رو دو مرتبه بازسازی میکنن و حوصله نداشتن سه نفر دو اونجا فیلم برداری کنن، معلوم نیست توش چی در بیاد، اینها اجازه نمیدن دولت. بس و اینها فیلمبرداری قاچاقی هم میکنن، میرن به شمال ترکیه، پایین ترکیه، این ور اون ور کردها رو میگیرن، ولی در این قبایل کرد ترکیه اینها نه لباس، نه سنت، نه چیزهایی که چشمگیر باشه برای اینها کشف نمی کنن. حالا اجازم ندادن، خودشون هم از چیزهایی که گرفتن راضی نیستن، براشون هم جالب نبوده، شروع میکنن میان پایین اومدن، توصیه میکنن یکی اونجا ترکیه بهشون، یک کسی میگه برید پایین، اون پایین ها شاید تو عراق و پرشیا چیزایی پیدا کنید، ولی اینا هنوز نمیدونن دارن چی کار میکنن، میان بغداد، در اونجا فرار میکنن، یعنی از ترکیه خارج میشن، میان بغداد، در بغداد دو تا آدمن که رول مهمی بازی میکنن برای اینا. خانم گرترود بیل نویسنده و مترجم حافظ در اونجاست، با آقای لورنس عربستان اومده در عراق، دارن عراق و بعد از جنگ جهانی اول نقشه کشور شدنش خانم گرترود بیل میریزه با لورنس که اینجا یک کشور بشه، خطوط مرزیش چی باشه، حکومتش چی باشه، و خیلی راجع به ایران مطالعات داشته و به خانم هریسون میگه، هریسون به دیدنش میره، هریسون هر جا میرفته به دیدن بزرگان هنر و فرهنگ و زنان مهم و رئیس جمهور و غیره میرفته و مصاحبه میکرده. گرترود بیل میگه برید، وقتم نیست، الان ژانویه بوده، اواخر ژانویه است، میگه ببینید فوریه شما یه ما وقت دارید، اینا در مارچ در یک ایلی در ایران هست، ایل بختیاری، داره از خوزستان کوچ میکنه هر ساله، شما برید اونجا. اولین توصیه قاطعانه رو خانم گرترود بیل میکنه. بعد دومی سر آرنولد ویلسون که این کمیسر عالی عراق بوده و بعدن هم رئیس شرکت نفت پرشین انگلند، انگلش پرشین انگلند، ایران و انگلستان میشه و جز هیئت مدیره بوده، اون توصیه میکنه اونم برید ایران، و من میگه توصیه میکنم توسط اون به کنسول انگلیس در خرمشهر که اونها به رئیس ایل بختیاری توصیه کنن که اینا رو بپذیرن و حافظ جان اینا باشن. کسی نمیتونسته، فقط یکی دوتا مستشرق و جهانگرد انگلیسی تونسته بودن بین بختیاری ها برن، کارزان بود و لیلا، اینا تونسته بودن برن و خاطرات بنویسن و همیشه گفته بودن اینا آدم های خطرناکی هن. در نتیجه توسط اونا هم توصیه میشن و چون ایل بختیاری حافظ لوله های نفت شرکت نفت در خوزستان بوده و 3% منابع و درآمد هم میگرفته، اینها نامه رو میبرن، میگن شما تا نامه جواب نیمدم بمونید خرمشهر، نرید، یعنی اینا میمونن، جواب میاد که بفرستیدشون، رؤسای ایل بختیاری جواب میدن اینا رو بفرستید. همینجا رو داشته باشیم با من عزیزم. خب همینجا رو تا اینجا شنیدید، جایی نرید، پس فردا یادتون باشه ادامه پیدا میکنه گفتگوی ما با سینماگر، سینماشناس، منتقد، معرف سینمای ایران که واقعا تلاشهایی در سطح جهان داشته و همینطور در محیطهای اکادمیک یا دانشگاهی، آقای جشنواره‌ها، جشنواره‌های مهم، بهمن مقصودلو. سپاسگزارم، دنبال می‌کنیم و پی می‌گیریم این گفتگو رو.